این طرح‌ها شامل بخش‌های بستری بزرگسالان و کودکان به ظرفیت 42 تخت و خرید و نصب دستگاه دوم رادیوتراپی می‌باشد که برای اجرای آنها مبلغ 160 میلیارد ریال توسط خیرین دسپول هزینه شده است. به نسبت دستگاه قبلی، این که مولتی لیف هست و به راحتی میشه درمان آی جی آر تی و آی ام آر تی رو باش انجام داد. قلب همتون آرام، خیرین دیگران نظر. آدمیان به لبخندی که بر لب‌ها می‌نشانند می‌ارزند. انشاءالله ما هم بتونیم به شکرانه این سلامتی و نعمتهای فراوانی که خداوند به ما عطا کرده بتونیم به هم نوعان خودمون کمک بکنیم. معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در آیین افتتاح این طرح از تعداد 857 مرکز خیریه و 680 سازمان مردم نهاد که در حوزه سلامت در کشور فعالیت می کنند خبر داد و گفت سهم ما در سال 95 به عنوان خیرین سلامت حدود 1500 میلیارد تومان کمکی بوده که به مراکز بهداشتی درمانی صورت گرفته و در سال 96 این رقم افزایش پیدا کرده. مردم عزیزمون مشارکت فوق العاده قابل توجهی در توسعه زیرساخت ها داشتن و شهرستان دسفول جزو شهرستان‌هایی هست که در این عرصه پیشگام هست. این مجموعه با همت مردم قریب 34 میلیارد تومان درش هزینه صورت گرفته. همچنین امروز با حضور دکتر عیاضی عملیات اجرایی ساخت مرکز جامع بیماران خاص در دسفول آغاز شد. این مرکز قرار است در مدت زمان 18 ماه و با هزینه 220 میلیارد ریال توسط خیرین سلامت ساخته شود. بیمارستان دکتر جنجویان، بیمارستان افشار، بیمارستان آیت الله نبوی و همه و همه جز بیمارستان های چه خیرساز بده و این مرکز جامع حمایت میکنیم انشاءالله که مرکز جامع بیماران خاص هم در اصل وقت ساخته بشه. به همت خیرین سلامت دسفول در این مرکز کلیه خدمات پزشکی برای بیماران سرطانی رایگان است. هم ویزیت، هم شیمی درمانی سرپایی، هم رادیوتراپی کلن به صورت رایگان انجام میشه در مرکز. در بخش دیالیز هم روزانه 65 تا 70 نفر باز دیالیز میشن به صورت رایگان. در ماه حدود 65 میلیون تومان فقط کمک دارویی به بیمار میکنیم. خریداریم ماهی 100 تومان میده، خریداریم یه جا 1700، 2 میلیارد، 1 میلیارد، 500، 400 که امروز نمونش هم دیده. همین امشب ما 1 میلیارد کمک کردن. هفته پیش یه نفر دیگه 1 میلیارد کمک کرده. مرکز خیریه رادیوتراپی و شیمی درمانی امام حسن مجتبی علیه السلام در حال حاضر 32 هزار بیمار سرطانی را به طور رایگان تحت پوشش خود دارد.